خب گوشیتو بذار دیگه، نمیخوای بخونی در جهنم، گوشیتو بذار. آمین. آقا دوباره چه خبره بابا؟ انه قضیه رو در آوردی که صد بار از ما به خدا گفت اوکیه. گفتم نه. گفتی اوکیه. صد بار روزی انشو در آوردین دیگه. پاشو. اوکی نی په؟ فاکی نه. صد بار من پرسیدی گفتم نه. دوباره باز اومدی اینجا. اون چه دسته؟ اون یکی چه دسته؟ الینا کو. اونا اونجاست، اونا اون گوشه است دختر در آخر. سویل این ما یه برنامه دیگه قرار داشته باشیم، این نشد. به من دروغ میگن دیگه. بذار من یه صحبت کنم بیام، بذار. خب برعکس عزیز، بازم ما سعی کردیم براتون اپیزود خوب بذاریم ولی بعضیا نمیذارن. نمیخوام بگم کی چون درست نیستش، ولی واقعا دیگه اینجوریه دیگه، چیکار میشه کرد؟ بابا لباس تنتون کنید دیگه، چه وضعشه؟ خب چرا قول میدی که من تابلوت میشم ما دعوتت کنیم بعد میایید میذارید در ما؟ این گفته آکی حالا مهم نیستش دیگه، یه چیزی که خواستی شد دیگه، طبق معمول همه حرف دختر هست از مجرور همونو بره. من به هیچ وقت با اینو فقط بگم، من به هیچ وقت با هیچ کس اگری نکردم که من قرار لخ بیام. من خودم مسیجشو دیدم، شب خواب بودم ولی در هر صورت یه جای دیدم. میگن خوابم یه چیزی مگه نیدی؟ مردم به باور دارن، چه بسه به خواب. ببین من به چه روزی اومدم که با بیام کونلخ توی پادکست سوهیل اقتصادی. آقا امروز یه پادکست معصم براتون داریم با کینگ رام بزرگ و کیمیا. چه باحال، کی کی خوش هستم با کیشون نمیشه. کی کی اس کوکوس پس هم میخوام راجع به کوکوس صحبت کنیم با اتون که چه کلن بچه هایی که دودون ندارن چی میخوان از پسرها و این صحبت ها. اینو برنامه رو قرار رامین برام یه توضیح بده، اگه میشه توضیح بده چون کیمیا هم نمیداستون چیه، لطفا بفرمایید. سلام دوستان، سلام کیمیا، اولین بار ما داریم هم دیگر میبینیم درسته؟ بله. حالا لختونم و اینکه من اصلا بریم سر اصل مطلب. میخوام امروز برای اولین و آخرین بار ما تکلیف خودمون روشن کنیم و بفهمیم چرا لخت نشدین شما. نه، میخوام بفهمیم که چرا یا اصلا چی باعث میشه که دختر از یه مردی خوششون بیاد. برای اولین و آخرین بار، یعنی این سوال و این معمایی که برای، چون من بچه که بودم همیشه یارو یه مرد کچل خپل رو میدیدم با یه دختر خیلی خوشگل، میگفتم یارو چی داره؟ من دارم خودم تبدیل میشم به اون مرد کچل خپل. دختر زیاد داره، کمک کنی که زودتر تبدیل شیم. آره همین. نه ولی واقعا برام جالب دیگه، بخوایم با هر کسی که حالا این اولی گفتیم بذار آروم سوالا رو شروع کنیم. این آرومش آروم کنه لخت اومدن تو پادکست. پرفکت. بعد بعدیا اکسایتد ام، مثلا دخترای بعد قرار خیلی اکسپلور. ما اوکی مگه هستی بالا رو نگردیم پایین رو در بیاریم؟ یس اون الاوده. اوکی آقا ام گونا لیو. خب شلوارت بس بپوش. و سهیل میخوایم در مورد کیرهای مختلف. آره این بده چیه میگی ما همه دلار دوست داریم. من که همه تونه دوست دارم. خب آقای خلاص هم بگو کیمیا الان بچه نزنی سکیپ نکنیم، وایسی آروم باش. خیلی خب بگو ایسی بگو بچه نکنم رفت بگو رفتیم. این یه سوالیه که خیلی جالبه برای من، اخیراً خیلی زیاد راجبش بحث میشه، حالا هم بین دوستایی که پسرن و دوستیم با هم، هم بین کسایی که حالا we go out on dates و میرم بیرون. دیت چی میشه؟ دیت تو ایران همه میگن دیت دیگه. آره بابا تو ایران کلمه استفاده میکنن که اینجا نمیکنن. یکی از چیزایی که واقعا مهمه اینه که طرف پرسونالیتی داشته باشه. من اینو دفعه پیشم راجبش زیاد صحبت کردم. تکون بخوره، یکی تکون بود من یادمه. اگه میشه این صحنه نشون بده لطفا، چون تکون نخورید لطفا. اون دفعه کل ستاپ به هم ریخت، من فکر کردم زلزله اومدش. ولی صرفا تکون بده خودشو، یعنی مثلا چه میدونم میگن خانمو نمیدونن چی میخوان. همین حرفشو بزنم میخوام بفهمیم چی میگید. من میخوام نوت بردارم، اینجا جزوه آوردم نوت بردارم. بزن حرفشو بزنه ما جزوه‌مون رو بنویسیم. ببین هیچ خانومی نمیدونه چی میخواد. این داره من میخوام بگم این مرد سکسیست. الان تو کنسل نشد 10 دقیقه دیگه هم به گانری بگو. اوکی واسه گفتم رو به نظرم یکی از چیزایی که واقعا مهمه اینه که پرسونالیتی داشته باشه و اون مردای اون مردای توبول کچلی که فکر میکنم بیرون میبینی با دخترهای خیلی داف، یکی از دلایلش اینه که they are funny. واقعا من مثلا دوستای دختری رو داشتم که
میگم از چیه طرف خوشت اومدی، میگه میتونه منو بخندونه برای تایم طولانی. این فکر کنم یه فاکتور مهمه، چیزی نیست که آدما بتونن به دست شاد خیلیا بیارن، ولی خط قرمزش دلغکه، درسته؟ چون دلغکش دیگه اون خوششون نمیاد. اصلا من اگه کسی خیلی دلغک باشه بهش یه کلمه‌ای دارم، امیدوارم مامانم نبینه این اپیزودو بازم، ولی میگم کس نمک به آمین داریم بس دیگه، مثلا دیگه خیلی نباش کس درو واکن، خیلی گرمه در باز زدی بالا سایه. انگار خب علف کشیدیم بابا دیگه. من که هیچ کاری نکردم. من صبرم. من صبرم. حالا الان همه نمی‌رسن به این دختر دوباره علف دادی. راست میگی این صبره. راستی چرا صبره؟ اشتباه شده. آره راست میگی، کات کنیم آقا بریم مجلس کنیم. حالا ان شاء الله تو د بریک میام. این فهمیدم. بله. شما نمیشه کس نمک. با مزه باشید، کس نمک نباشید. 101. از پشت اتاق فرمان میگم باوندری، یعنی مرزاش کجا مشخص میشه؟ مرزاشو یه چیز تعریف نشده است. بگم نه تعریف شده. آخشون بذاریم. آقا شوخی سکشوال به نظر من با یه دختر که مثلا خیلی تو باش آشنا نیستی و راحت نیستی خیلی کار رودیه. و مثلا من آدمایی رو پیدا میکنم که میخوام بامزه باشم ولی یه چیزایی میگن که تو آنکامفتبل میشی و اصلا به میبره. خب مسئلتون اگر این خود سوال نه، من همیشه میدونم که کی کار درستشه، وقت درستی کار انجام بده. سوال نباشید بچه‌ها، تو زندگی میخواید موفق باشین، تو رابطه مثل سوهل باشید. نمیدونم، من واقعا نمیدونم، مثلا تایپ من نیست سوهل، مثلا تایپ النا هست. النا هم میگفت ببین، ولی اینو میخواستم بپرسم، مثلا خب تو میگی شوخیه، اون قبول دارم، خب اگه کسی خیلی آشنا نیستی، ولی اگر با یه کسی که داری فلرت میکنی و یه ذره شجاع‌تر باشی، تو ادبیاتی که به قول معروف میگن تستینگ دی واترز به انگلیسی، به فارسی نمیشه میشه پاتو بزنی تو آب ببینی درجاش چنده. آره دیگه، همچین چیز. تو خوب مترجمه خوبی هستی. نمیخوام بگم که مثلا تا گوگل بود، چون الان دنیای امروز فکر کنم آدمای ذره عجله بیشتر دارن، وقت نداریم که آقا همدیگه رو بفهمیم، آشنا شیم و جوکای اینسایدر داشته باشیم. میخوام زودتر برسیم به اصل مطلب، اگه بشه رابطه به مرحله فیزیکی تر بشه. اصل مطلب یعنی بکنی طرف رو. و خب برای اینکه اون اتفاق بیفته، بجای اینکه آدم زیادی مثلا چی میگن دورور مطلب صحبت بکنه، بره سر اصلا، نه وای به حالت خیلی زشت و تخمی و، ولی مثلا با یه جور شوخی یا یه جور ادبیات فلرتیشیسی که حداقل سیگنال میگه که اگه طرفم جواب داد اونجوری به تو، یعنی اونم داره وارد زمین این بازی میشه، حداقل برای تو یه ذره تکلیف فکر میکنم روشن‌تر میشه. 100%. ببین رام، به نظر من اینا همش از ایموشنال اینتلیجنس میاد و یه بخش خیلی مهمی برای من راجع به پسرا. خیلی متاسفانه دوست عزیزمون این دوستمون کنسل ایموشنال اینتلیجنسش، فقط رو آی کیو شه. اصلا هیچ چیز میشه آی کیو بالا، ولی هوش ای کیو میشه چی؟ هوش ایموشنال اینتلیجنس. هوش احساسی سهل کنسله، ولی باهوشه، آی کیوش بالا. ببین مثلا یه پسری که ای کیوش خوب باشه متوجه میشه اوکی این دختره she's not a fuck girl، این دختره کسی که کامیتمنت میخواد، و با توجه به اون تنظیم میکنه نوع رفتارشو. و اگه تو کامیونیکیشن درست داشته باشی، ما دفعه پیشم راجبی صحبت کردیم، اگه تو درست بتونی ارتباط برقرار کنی با دخترها، واقعا خیلی هم هستن که اونا هم نمیخوان برن تو رابطه کامیتد و واقعا میخوان they just wanna get to the point and have fun. و اگه بتونی اون صحبت ها رو داشته باشی و بتونی دلیور کنی بدون اینکه خجالت بکشی، هم جذابه، همین که به چیزی که میخوای میرسی دیگه، حالا چه رابطه چه یه شب. اینو باید بیشتر بیاریمش تو پادکست. من گوش نمیدم چی گفت. برای همینه که تو تا 10 روز دیگه کنسل میشه کل قرار، ولی نه خب همیشه خوبه. من متضام تو بگی ترجمهش کنی که درست راحت خوب بود حرفاش. همه رو نباید بکنی، نگاه کنم این اپیسود همه رو لازمی است بکنی. به خود من نکردم، من یکی از دختر عمه هامو دست نزدم. فاکین همه رو نکردم دیگه، یکی کافیه دیگه. مثلا من هی میخوام سوال بپرسم، هی ببین من میدونی چرا کاغذ قلم آوردم؟ دفعه پیش میمدم یه جمله بگم، میمد یه داستان تعریف میگم وسطش. پس بذار من رو نشون بدم کمک اینو. نه آورده خلاص. نه بذار نشون بدم مغزت قشنگ تو دیگه. نه که الان دفتر آورده نوشته کس نمک، هیچ تا چیزی دیگه هم میذاره کس نمک صحبت نکنیم، ولی
این الان خیلی مهم بود، اگه این نبود اصلا این اپیزود دیگه اپیزود نمیشه. ببین واقعا آدم کلامش یادش میره، کلمه مینویسی که بعدش ایشون هی پرید وسط رفت بیرون، رفت بدون چی میخواد. خب من خودم میام بیرون، شما آقایان صحبت کنید. آره نه خواهیم برسم، بذار این میگه برگردیم به بحث هوش. بذار بپرسم سوال بعدی به کمی ربط داره به این. میخوام چه اتفاقی میفته که یه سری متوجه میشن که خب این آدم با من حال نمیکنه، یا بگم بحث اون شوق و اشتیاق و کانسنت و رضایت و اینا میدونی یه بحث خیلی مهمه تو کامیکیشن. چه اتفاقی میفته که یه سری آدما انقدر گاون نمیفهمن که با این رو از من خوشش نمیاد و ولی میدونی همچنان ادامه میدن؟ چی میگه؟ میگه منظورش با من و این مثلا چه جوری میتونیم اینو یاد بدی؟ و الان مثلا خیلی آدمایی که پسرایی که دارن نگاه میکنن و مثلا خیلی یعنی سیگنالای درستو نمیگیرن که وقتی که کسی باشون حال نمیکنه با چجوری با شیر فهم شن. اینا من میخوام بگم، منم اینو دیدم که مثلا دختره قشنگ پا نمیده ولی پسره ول نمیکنه. خب ولی من اینو دیدم که پسره که ول نمیکنه بعد دو ماه یومی دختر راضی شده. ببین به قول با آمین، اتفاقا آمین یکی از دوستا خیلی نزدیک منه، همین دوستمون که ایکون لخ میاد تو صحنه میره. دوستا با شبیه هم باشم یا سپورت کنن، یه بار تو همونو سپورت بکنم لخ برم باش. شما نباش اصلا. من نیستم، کمرا باشه اوکی. ببین با آمین ما خیلی راجبه این موضوع، خیلی راجبه مثلا اموشنال اینتلیجنس و در کل مثلا مایندست آدم ها آمین میخونه، اطلاعات داره، خیلی زیاد صحبت میکنیم. یکی از چیزایی که هست راجبه زن و مرد و کلا انسان ها، ما اگه خیلی اتنشن بگیریم، اگه خیلی رومون پرشر باشه که بخواد یکی با همون هنگ اوت کنه، حداقل من اینطوری هم خیلی پوش بش قد شدیم. آره من نه، من خودم برخواه میداره کم کنم، انگول میشه نکنیم. برو ادامه بده. اگه یکی به توجه بده و بخواد زیادی دور ورد باشه، تو از لحاظ ذهنی ذهنت پس میزنه اون موضوع رو، چون تو سیکش نمی کنی. ولی وقتی یه چیزی کمه دور و برت نیست و تو اون اتنشن رو میخوای و بهت داده نمیشه، تو بیشتر میری دنبال اون آدم. سیکش نمی کنی، دنبالش نمیری. دنبالش نمی کنی، نه که سیکش هندیش نمی کنی. سیک کردن معنی اینجوری خواستن یه چیزیه دیگه. ببخشید من اینجوری حرف زدم، شت میدید الان. شت یعنی گوه میدید. قایدی رو بابا به خدا انقدر پراکنده میشم چی بابا دوزمو تموم کنم. ولی خب رام واقعا یه بحثی هستش که خیلی فهمیدن دختر و پسر از جهات احساسی مهمه. مثلا من به عنوان دختر دوست دارم دوستای پسر دورم باشن، هنگ اوت کنیم و اینو سعی میکنم نشون بدم با خیلی رفتارهای خاص، با اینی که چه لباسی دور برشون میپوشم، چه کلامی استفاده میکنم، چقدر فیزیکال هستم، چه نوع جوکایی استفاده میکنم. چقدر فیزیکال هستی؟ خیلی فیزیکال واقعا نیستم، ولی خب من دوستای پسرم با هم 7 سال دوستن. مثلا اونا میگن که you're a dude. تو این یکی دیگه از داداشام منم رو همین حساب گفتم تاپلس باشیم، یعنی منم رو حساب پسر رو نگاه کردم. برادران دروغ میگه چی؟ تو منو کلا 4 دفعه دیدی سوهل، بی برو همین دیگه، 4 دفعه یه بارم رخ ندیم چه داستانی. ولی ببین یه فاکتورم خیلی مهمه و اون سنه. من به شخصه مثلا با بچه‌ای که همسن خودمن و دوستای پسرم خیلی راحت‌ترم تا با یه مردی که مثلا 35-36 سالشه و حالا میریم بیرون و اون بخواد خیلی نزدیک بشه. یه بریر سنی هم هست دیگه. من 24 سال. 24 قوی. جوانم، جوانای قدیم. نه خیلی جوان هست، فکر کنم خیلی بالاتره. اوکی لباس در نیار. آره نه ولی واقعا نسل شما احساس میکنم خب به خاطر اینترنت، به خاطر هر دلیل تو تیک تاک فلان، یعنی بیشتر یاد گرفتی. من تیک تاک نمیبینم. حالا هرچی، هم اینستاگرام، همه این سوشال میدیا واسه بودنه باعث شده که میذاره بیشتر راحت‌تر بتونی ارتباط برقرار کنی. تو نسل ماها اون موقعی که مثلا
یه کسی می‌خواست شماره تلفن بدی با کسی ارتباط برقرار کنی. آره اصلا یعنی ما کلاس تنیس می‌رفتیم، دختر پسرا جدا بود، بعد بعد روی توپامون شماره‌مون می‌نوشتیم، می‌انداختیم اونور دیوار، شانس دیگه هر کی برمی‌داشت می‌شد دوست دخترمون مثلا. ولی فان نبودش خدایی. نه تیمونه خیلی باله. الان مثلا خود من واقعا آدم پیکی شدم از لحاظ اینی که دوباره این موضوع خیلی راجع به صحبت میشه. ببین مثلا من روی هیچ دیتینگ اپی نبودم، نیستم و نمیدونم در آینده حالا شاید باشم شاید نباشم، ولی من از اینی که آپشن زیاده و تو با یه سوایپ چپ و راست راجبه یه آدم تصمیم میگیری که فقط با دیدن یه دونه عکس صورتش و قدش میگی که آره یا نه، من با این موضوع نسل ما خیلی مشکل دارم، چون به خاطر آپشن بودن زیاد تو میای یه دسته خیلی کمی از یه آدما رو میذاری تو تاپ 1% و بقیه پسرهایی که شاید خیلی کوالیتی های خوب داشته باشن، مثل اخلاق، مثل خیلی خیلی چیزای دیگه. ببخشید همینجوری هست نگا می‌دارم، این خیلی به نظرم کوس شعر حرفت یه جایش، بخاطر اینکه همه دخترها همه که نمیخوام جمع بندی کنم، اصلا امروز هم هر حرفی میزنیم بیشتر فقط... بیشتر آره. نه ولی خیلی وقت تو حرف از این میزنه که آقا ما این پسر خوش اخلاق میدونی محترم آدم حسابی، بیشتر دختر به نظر من حالا توی سال توی بعد سال ولی بد بوی دوست دارن، فاک بوی دوست دارن، یه پسری که یه ذره اج داشته، یعنی پسرام دخترها رو دوست داره، دختره چیزام دوست داره. چرا فکر میکنی یه فاک بوی بیشتر اصلا چه کوالیتی هایی داره یه فاک بوی که تجربه نشون داده؟ نه فکر نمونی نه نه خب میگم تجربه اشتباه نمیگه، نه درست دارید میگید. میگم خب چرا تفاوت یه فاک بوی با یه پسر نردی که هیچ دختری نمیره سمتش چیه؟ یه پسر نایسی هر چی نه همون بازم بحث ایموشنال اینتلیجنس هست، میدونه که چجوری بازی کنه با یه دختر، میدونه که پوش کنه که پول کنه، میدونه که آه یعنی میگه هر دفعه دختر گول میخوره؟ ببین بحث گول خوردن است، دخترها خیلی آگاهانه اتفاقا میرن تو رابطه با یه فاک بوی یا یه پسری که بازی میکنه، ولی تو میدونی فاک بوی باید you know you're gonna have a good time چون انترتینت میکنه. فارسی میشه پسر شیطون، میشه پسر شیطون، یا میگم به قول معروف پسره به تایم. حالا من اینجوری نیستم، اصلا تایپ من پسرای فاک بوی نیست، این شخصنه، من جزء اون 3% شاید کم. بله ما باور میکنیم. بفهم آقا من پسر شیگم. هی چطور پدرم میگه؟ میگه همه دوستان پسرم، من فاک بوی دوست ندارم، یعنی یه سری چیزا. نه ببین واقعیت اینه که یک پسر فاک بوی که جذاب شاید باشه برای دخترها 100% به خاطر اخلاقشه. حالا هی مایت بی هندسام، میتونه اخلاقش هم حالا خوب باشه و خوش تیپ هم باشه، خوشگل هم باشه، ولی دلیلی که جذبش میشن نوعیه که میتونه اتیتودش باشه و بلده چیکار کنه. پس فاک بوی نایس یعنی براسینی باشه. نه فاک بوی نایس کسی که ببین اعتماد به نفس اینو داره که بره خودشو بذاره اون بیرون و چای کنه. مثلا از 100 تا دختری که ریجکتش میکنن مطمئنا 20 تا بهش میگن آره و اینجوری میشه فاک بوی دیگه، چون ریشیوی بیشتری دختر میگیره. تا اون پسر نردی که تو سال میره سراغ دو نفر، خب نه کانفیدنت داره نه تجربهشو داره نه اون ایموشنال اینتلیجنس رو تو خودش دیولپ میکنه، خب معلومه نمیگیره دختر نسبت. الان یه آدم میگن سالی دو نفر چه خبره؟ واقعا ببین این بحث اون تری نکردنه و اون ترس از ریجکت شدن است دیگه. اون کسی که میره امتحان میکنه به 30 نفر 40 نفر ریچ اوت میکنه و 20 دختر میگه برو گم شو، ولی اون 10 تای دیگه بهش این شانسو میدن که باش برن بیرون چون جذاب به نظر میاد، ولی اون کسی که هیچ وقت نمیره هیچ وقت تری نمیکنه. راست میگم، یکی از چیزای اخلاقی که پسرای شیطون دارن اینه که بهشون بر نمیخوره، خجالت نمیکشن، همین جوری از هر کی که در و دیوار آره بشه میگه باشون تیک میزنه تا یکی مثلا پا بده، یعنی اینم هست، انقدر بازی عدده، انقدر آدم مثلا. من صرفا چیز بدی نیستا، همین جوریه که ببین مثلا اون من واقعا خیلی معذرت میخوام میگم ایموشنال اینتلیجنس چون درست فارسیشو نمیگم، رو زبونم هم نمیچرخه. واقعا وقتی یه نفر خودشو هی در اختیار فاکینه ولی من با اتاق فرمون داشتم صحبت میکنم، وقتی خودتو هی میذاری اون بیرون و امتحان میکنی تی تایم همون هوش احساسیت خیلی بهتر میشه و دیگه یاد میگیری یه دختری میگه خودشو میکشه عقب یا دور جواب تکستو نمیده چه معنی داره نسبت به کسی که مثلا این سیمپا به قول معروف یه ماهی تکست میده دختر میخونه جواب نمیده. سیمپ میشه پسر حول. حول آره آفرین. یا نسخ میشه حول؟ نه نسخ که برای سیگاره، نسخ برای آدم میتونه نسخ باشه. نمیتونی؟ چرا شاید بگم حول بهتره. آره حول شد بهتر باشه، حول و حال کردن یادم. سیمپ ترش میشه
اکسیوت نهش میشه لیس. بنویسی نه چیز باشه چیز لیس میشه. بابا اینه یه کپی واسه من بذار بخشش یه اکسی بگیرم ازش. تتو کن رو پشته. میخوام رو چشم بکنم که صبح خواب میشم ببینم کستم که کست لیس. اون چقدر بده. آره اون دیگه بدترین مدل، بدترین ترکیب اون. چون داره سعیم میکنه همه رو میخندونه ولی همه دیگه هاشون رو هم میخوره. فرق نداره دختر یا پسر باشه، چون یه کسی میاد برات واقعا زیادی حول باشه و دسپرت باشه اون انرژی شو تو پیک اپ میکنی کاملا. خیلی هم ترن آف بزرگه، خیلی چندش آوره. خیلی دارم که به پول چی؟ به پول جواب میدی؟ اگه مثلا یه ماشین، یه پسر بیاد با ماشین لامبو این حرفا؟ نداشتم تا الان این آفر رو نداشتم، نمیدونم. بیا جلو فکر کنم چجوری باشه. تجربه‌اش رو ندارم، نمیتونم جواب. بیا همین الان بگیم دیگه آقا. واقعا نمیدونم بیا. نه. جدی شد. من به نظرم همین الان خیلی روک و راست به دوربین همون نگاه کنیم بگیم آقا مقداری که حاضری که به آدم غریبه که بدی آفر بده لامبو چقدر که یه بلو جاب بدی؟ من؟ آره. من مجانی، فقط بذار تو ماشین بشینم. فاک من معنوی هم. فاکی نه تو چی؟ هیچ مقداری نمی چی نمیگیره نه مثل منه نه that's so gross. نه من نه گفت این چیش نه من حتما همه به همه یه قیمت دارم برای یه کار. آره قیمت دارم ولی بلو جاب نه، مثلا میکاوت میگم. آره میشه بگم چرا واسه دختر ایرانی اینقدر بده ولی دوباره دختر اینجا اینقدر اوکیه؟ من کلن نه برام جذابی. او مای گاد من باورم نمیشه دارم همچین موضوعی رو. بفرمایید خواهش میکنم. خب چرا من اگه شخص دختر بودم مثلا میگم من برام اون مثلا خب بذار جمعه تمام خدا شده یه مهمی میرفتش که من نمیتونم دیگه من بدم یاد انجام من کلن سکشو مثلا یه سری خوششون میاد از اون عمل. خب همون چجوری خوشت نمیاد؟ چون مثلا چون خیلی چیز دیسکاستینگی، چیزی که یکی دیگه باش میشاشه رو که من I'm not gonna put it in my mouth. اصلا کل کانسپت نمیشه، دوتا اتفاق متفاوته. نه بعد حالا خب اوکی تو همون چی؟ بهونه تو همومت چیه؟ I'm not comfortable talking about this. نه ولی واقعا خیلی خنده داره. من خودم به شخص مشکلی ندارم. من اگه دختر بودم میگم دوست داشتم مثلا دودوی پسر بگیرم، میگم دارم لیست بزنم. میگم خب من همه جای دختر همه جا رو میخورم. همین همین هیچ جایی نیستش که آف لیمیت باشه. با همون دقیقاً به نظر من تو دوست نداری یه پسرم با تو اینجوری باشه یا نه؟ تو میگی پسر هر جوری میخواد باشه من اخلاقم. آقا من اصلا راحت نیستم روش به این موضوع از الان به بعد صحبت کنم. یک دو دوشه بگو من. من خیلی ها رو میشناسم که لذت میبرن ولی من جزو دسته اون آدم ها نیستم. بعد دسته تو زیادن یا کمن؟ واقعا نمیدونم. آه چیزی که اصلا روش حرف بزنی. ولی میدونم انقدر که با پورنوگرافی و یه سری ببین به نظر من الان واقعا سکشوالیتی و این موضوع اینقدر کامن تر از قبل شده که حتی الان صحبت کردن راجبش خیلی اوکی تره تا حتی 5-6 سال پیش. در همین کیمی حرف نمیزنه. نه 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 ببین واقعا موضوع پرن الان یه مشکل جامعه ما، یعنی یه اعتیاده، نه حالا هم جامعه کانادایی هم تو ایران میزنن، اصلا مهم نیست تو چی میگی ولی نمیدونن افکتاشون رو ذهنشون چیه. چون اگه ذهن یه پسر رو واقعا تو آب کنی 90% تایم داره به سیکس فکر میکنه. درسته. درسته دیگه چیکار میکنی؟ 100% تایم. و ببین این به نظر من چرا که من تو ویدیوام توضیح دادم. نه. تو هر 3 ثانیه یه دونه اسپرم تولید میکنه تخم، بعد همون موقع سیگنال میفرسته به مغز که بکن. هر 3 ثانیه تو یک گوشو میگه هر 3 ثانیه نان استاپ باشه. چقدر خوشحالم که پسر نیستم. بچه من یه دیت جالب رفته بودم با یه بنده خدایی، امیدوارم نبینه اینو چون همه این داستان راجبش میدونن. تو دیت بس دیگه ببینه مهم نی. توی دیت اول به من برگشت گفت من طبعم گرمه. چی؟ گفت من طبعم گرمه. بعد من نمیدونستم طبع گرم یعنی که مثلا سکشوالی مثلا خیلی اکتیوه. من فکر میکردم مزاجش گرم و سرده. مزاج گرم ادبیاتو کسی استفاده میکنه واقعا طبع آره. گرم بعد با من بیرون بود دیگه. بعد من فکر میکردم این منظورش از طبع گرم و مزاج گرم و سرده. گفتم راستی بابای من طبعش سرده ولی بعد اومدم خونه بعد اومدم خونه مامانم گفت چطوری بود دیتت؟ نشسته بودیم اونجوری داشتیم چای می‌خوریم حرف می‌زنیم. گفتم پسر بدی نبود.
وای چیا میگفتی؟ گفتم آره نشسته بودیم لب آب. بنده خدا تبشم گرم بود. نه گفتم ما نشسته بودیم لب آب. گفت خیلی رندومی، گفت من تبم گرمه. بعد من گفتم تب بابای من سرده. یهو دیدم ماما ترکیده. گفت پسره کسکش. بعدش هم اصلا هم تب بابا سرد نیست. رفت دو تا سر کوبی. بعد من به بابای النا گفتم، یعنی النا از مامانش پرسید که هر چند وقتی با هم دیگه بوم چیکی بوم داریم. گفت اگه بابا تو ول کنم هر شب. که بیانه مثلا بعد بزنش بره مثلا تو سن بالا بعد از عمل قلب باز شده یارو هنو داره میره دیگه یه هر سه ثانیه داشت. اینقدر این پسر گناه داشت بنده خدا. من دفعه دوم باش رفتم بیرون گفتم راستی باید این نکته یه یادمان که من تمام سرده. من مثل بابام خوب بود ولی نگفتم دیگه مثل بابامو بیشتر از اون خراب نکردم جلو به سر غریبه. ولی آره عجب داستانی. تو تابه چیه؟ مثلا این یه چیز دیگه رام بگو. دیت اول راجب سکس والکینو. آره راستی دیت چندان بر راجب چی صرف بزنم بوم چیکی بوم. ببین من که از من دیت اول تقریبا تکلیفم روشنه که میدونم که اون شب نه یا یک شب تو که کثافتی بابا تو که فقط آخر بازی میکنی. من دارم آدم نرمال صحبت میکنم. من منظورم اینه که یعنی توی رابطه مثلا من دوست ندارم که هیچ کدوممون نرمال نیستیم. آره. من این برام اون بره من نرمالم. دیدی همین آخرش همه خیابونا میرسه به من. خب چی داشتی میگفتیم؟ دیت اول تو تکلیف رو مشخص میکنی. ببین تو داری با اینتنشن داری دیگه، تو داری با اینتنشن میری. نه ولی منظورم که یعنی سری متوجه میشم با فلرتمون با صحبتامون با اون هیجان اون ارتباط آیا این به اون سمتی میتونه بره اگه شب اول نه مثلا شب دوم دیگه وای نمیسم. مثلا من چون خب من خب سفر زیاد میکنم برای کارم وقت ندارم که میگم با هم دوست شیم و آشنا شیم و به فک و فامیلا هم دیگه رو معرفی کنیم و بریم بیرون قرار شام بذاریم. و سنی هم هستا. ببین مثلا منم اگه مجرد باشم تو سن شما احتمالاً دقیقاً همین پلنو برم جلو. ولی من الان یه جوری گفتش که من انگار مثلا دایناسورم آقا قشنگ نیست هستم مینوس فنچم بابا مثلا 500 ریش ماهاش رو میگه 10 دقیقه میزنم. ولی من حقیقتا توی 24 سالگی اینتنشنم مثلا رندوم خوابیدن با کل آدم متفاوت نیست. بخاطر همین برای من خیلی ترنافه میرم بیرون دفعه اول که مثلا در طرفو میبینم. خب دفعه چندم برای شما که با این اخلاق چندم برام یا اصلا نباید باشه. دیت سوم چهارم برسه اوکی وی ار گونا تاک اباوت ات. یا مثلا با من میشه تو یه روز دوبار برین دیت مثلا نهار بریم بیاین شام میشه دو بار. ولی من با یکی هم بیرون بودم مغزو ببین چقدر مریض داره سری سکه ها رو میخواد زودتر بندازه تو دستگاه فقط صبونه ناشام. یعنی میخوام بپرسم میخوام واقعا روز یا دفعه. من دفعه اولی که یکی رو میبینم بیسیکلی دارم ذهنیتش رو میشناسم ببینم کیه چیه. ولی مثلا تو میتونی واقعا اترکتد بشی به یه آدم توی بار اول که میبینیش به شب بیای خونه اینجوری دستو بذاری رو سرت بگی فاک هی واز سو هات. بعد اونجوری دیگه دفعه دوم فکرم اوکی باشه. ببین پدر سگا اول من دوست ندارم اونو. مثلا الان دندوناشو ببینیم هنوز لای موهای پسر لای دندوناش چی؟ آره من از این آدمام که چیکن اوت میکنم مثلا میگم وای خیلی خوب بود. تکست میدم به دوستم میگم که I just passed by the hottest guy کنار خوشگل این پسر رد شدم. بابا من تو خیابون یه پسر دافو دیدم داد زدم گفتم اگه میخوای زن منو ببر. بعد النا قرمز شده بود خجالت کشیده بود یک دافی بود پسر تو باور کنی. منم دیروز از کنار یه خلبانه رد شدم تو کو هاربر. بعد کجا فهمیدی خلبانه لباس دیگه وای اون دایی سر خلاص خلبانه تو چیزا میافت شو الکی میپوشه دختر بهش توجه کنن. اینا پسرا اینقدر مریض هستن. من توی فکر بودم ولی واقعا اصلا این یه واقعیت غیر قابل انکاره. پسری که آتش نشانه و پسری که خلبانه واقعا جذابه. من چند نفهمیدم چرا مثلا ما چیزی داریم مثلا ما به نرس علاقه داریم. نه تو فیلم های سکسی میذاره ولی من چون شده بگم ما فکر میدارم اینجوری نمودار ون ما اینجوری که زن نه آره ولی میخوام بگم کیمیا مثلا ببین خیلی راحت تر و کامفورتبل تر در مورد سریچ حرف زدن ولی از اون ورم یه محافظه کاری خودشو داره. میخوام بگم
یه سری آدم ولی هستن برعکس خیلی ساکت‌تر و محفوظ‌ترن توی این جور برخورد. گنگشون بالاتر. گنگشون خیلی بالاست اونا. اون عزاز که میاد تو با شلاق میزنه خایه می‌کنه. میره عقب دستاتو دستم میزنه میافته اونجا. صبح داری گریه می‌کنی. خیلی رو غلط اندازم. مثلا خیلی‌ها فکر می‌کنن که آره من از اینام که مثلا 20 تا دوست پسر دارم و اینا، ولی واقعا توی سری مسائل باید زمانم رو تیک بکنم، باید بشناسم یه نفر رو، و واقعا ذهنی برای من خیلی با ارزش تر که یکی رو بشناسم باش بخوام رابطه‌ای داشته باشم، تا اینی که 1-2-3 یه درینک خوردیم let's do it. تا حالا چند تا دوست پسر داشتی کلن یا دیت که مثلا امکان داشته به دوست پسر تبدیل بشه ولی گفتی نه به درد نمیخوره؟ بعد چند سالگی شروع کردی اینو تو لطفا بگو. آها من خیلی دیر شروع کردم. مثلا تو اینجوری بودش تو ایران که خب من 16 سالگی از ایران در اومدم بیرون، همیشه هم از این کراشای کوچولو ریز داری. ولی دوست پسر نداشتم ایران. اومدم اینجا یه نفر رو دیت کردم و 4 سال و بعد از اونم کسی رو دیت نکردم. من که 42 سالمه تا حالا کسی رو 4 سال دیت نکردم. میگم پلی بوی دیگه. نه ولی برام خیلی سوال عجیبیه دیگه واقعا. آخه ببین مثلا اولین بوی فرند من بود و اینجوری هم نبود که همه چی تو گل خورم و فلان و اینا کار بکنه، آرگومنت بود، ولی چون از مثلا سن کم دوست شده بودیم ولی تایم طولانی موند به نظر من و اون وابستگی و همه اون چیزایی که باید یاد میگرفتم و من خب من شدیدتر وابستگی داشتم از لحاظ اینی که من جدید اومده بودم کانادا، کسی رو نداشتم اینجا، از همین لحاظ بیشتر من سعی میکردم که خیلی کوتاه بیام، خیلی همیشه کوتاه بیام. ولی آره الان تراما میزنه بیرون. مهران الان باید اینجا بود اتفاقا با مهران هایکو اینا میریم زیاد صحبت میکنیم. مهران برادر کینگ رامه. اگه نمیشناسید که آره با بیاریم مهمون برام. اگه سایکدلیک تراپی لازم دارین برین سراغ مهران. آره مهران واقعا خفنه. اسم وبسایتشو میگی؟ mindbodyintegration.ca فکر کنم. امیدوارم درست گفتم. پادکستش هم خیلی جالبه، میتونید گوش بکنید. پادکست سوما. کفش هم میفروشه خواستین. سایز 11 فروشه. اینو علی بهم گفت مووان کردن دخترها راحت‌تر از پسراست. من اینو واقعا تو تجربه خودم اینو خیلی بیشتر حس کردم که دخترها وقتی که مووان می‌کنن مووان کردن. پسرها اتفاقا برخلاف اونه که خیلی وقتو فکر می‌کنن، اون خیلی یواشکی احساساتی ترن و تو قلبشون خیلی اینا میز برگشت. اینا قرارداد که بگیم من این سال کوچیکی دارم. درسته که دخترها با اولین کسی که رابطه جنسی دارن که مثلا بلایندشون می‌خوره بهش وابسته میشن یا نه؟ فکر می‌کنم آره. چون it's a big deal I guess. ببین ما از بچگیمون داریم به این فکر میکنیم که با کی قراره اولین بار بخوابیم و واقعا حالا من از طرف همه حرف نمیزنم ولی مجوریتی دخترهایی که مثلا باشون صحبت کردم خیلی ترسناکه و استرس دارن همه برای اینکه دفعه اول چطوریه و خیلی ها صرفا میخوان انجامش بدن تمومش بره ولی خیلی ها مثلا صبر میکنن و فکر میکنم آره به خاطر اینکه چه سنی برات نظرت اوکی که این کار انجام بشه؟ 100% بعد از 18-19. بعد 18-19 واسه این ایران نظر من دیره. طرف ببین مثلا مومو کنه. ببین دلیلی که من میگم تا اون سن صبر کنی چون ایموشنالی تو دیگه دوران بلوغتو با من دختر گذروندی و به اون دختر اینجا که نازه خر نمیفهمن چی فکر میکنی؟ خب همینو میگم با منطق تو بس 30 سالگی بده. نه 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 ببین از لحاظ بلوغی تو انقدر احساساتت بالا پایین میشه تو سن بین 16 تا 18 سالگی و قبل از اون که به نظر من اصلا بچه ای تا قبل 16 و بعد از 16 تا 18 هم یه تایمیه که تو خیلی ابسس میشی با یه نفر، میتونه هر کی باشه. مثلا من هیچ وقت پیش نیومده بود با یه آدم از خودم 20 سال بزرگتر ابسس بشم چون خیلی ایشوها رو نداشتم، ولی دوستایی داشتم که با معلماشون ابسس میشدن و توی 16 تا 18 سالگی حداقل نظر شخصی من کارشناسانم اصلا نیست هر کار میخواید بکنید بکنید، ولی از لحاظ احساسی تو به اونقدر مچوریتی نرسیدی که بخوای یه سری کارا رو بکنی، پس بهتره یه کم زمان بدی به خودت و صبر کنی. نظر شخصی من. آقا از اتاق فرمون میخوام حرف بزنم. بیا تو این حرف بزن. خب تو بیا اینجا حرف بزن دیگه، بیا اینجا بشین. اوکی حال به به افسان. سلام. سلام. یه چیزی که هست برای رابطه مخصوصا اکسیتوسین یه هورمونیه که اصلا بهش میگن هورمون عشق و شما هر دفعه که با
تو دخترها هم مخصوصا برای دفعه اول همینطور پسرها، دفعه اولی که اتفاقی میفته شما سایکولوژیکلی و فیزیولوژیکلی با هم دیگه باند میکنین و تو اِوولوشن تا یه حد اینجوریه که اون شخصی که باش باند میکنی نباید بریکش بشه اون باند، و وقتی بریک میشه رسما در حد ایموشنال پین و فیزیکال پین، یعنی درد هم قلب تیر میکشه. اینو ادیتور بذاره یا رو رو یه دور دیگه بگو بذاره گفتم. بعد واسه همین این موضوع هر بار که بریک میشه، هر بار که این باندتون از بین میره با هر کسی، حالا هی دوباره تو یه شخص جدیدی رو میبینی باند میکنین با هم بعد دوباره جدا میشه، به هر دو طرف دمیج میزنه، یعنی هر چقدر بیشتر انگار یه خلایی رو میخواد پر کنه. از رو تجربه میتونم بگم که موافق نیستم. رام دیگه اونو از دست داده. ریسورسش رو در واقع جوردن پیترسن تو یکی از کتاباش راجع به این صحبت میکرد. جوردن پیترسن که میگه کس زیاد میگه، حرفاشو گوش نکنید. اونم میشه. ببین هر دفعه که به نظر من تو وارد این رابطه احساسی میشی، من اصلا سکشوالی حرفشو نمیذارم، ولی وارد رابطه احساسی میشی از دفعه اول خب کمتره، هی درصد کیفیتش میاد پایین‌تر. چون هرچی ما جوان‌تریم بدون هیچ قید و بندی دوست داریم طرف مقابل رو، و مسلماً کیفیت رابطه جنسی هم بهتره. مثلا رابطه اولین سکس اگه تو 18 سالگی با فرست لاوت باشه خب خیلی بهتره تا با اینی که سوال اولین عشق دخترها درد داره یا اونا، چون مثلا اولین باری که ما کردیم من انگار مثلا رفتم بهش دیگه گفتم اوکی فعلا بهش کجاست، ولی دخترها چیزی که من میشنم مثلا نگاه دفعه اولشون همون ترس است و دادم چیز لذت نمیبرن از دفعه اول، ولی مثلا دفعه دوم دومی سوم یهو روشن میشه که او نه همه چی خوبه فقط توهم بود. آره کاملا موافقم. پس دفعه اول دوم دخترها واقعا میترسن و اصلا وحشتناکه تو بی حد اقل من تا حالا این اکسپرینس نکردم. میخوای امشب این کارو اگه میخوای منو بترسونی من والنتیر میشم با منو فاک با یه تو خوب چیز زدم خودی من خوش شدم 18 plus. ولی آره اصلا رابطه جنسی بایی دختر و پسر ها دوتا چیز کاملا متفاوته. برای پسر ها از هورنی بودن نشأت میگیره، واسه دخترها از ایموشن نشأت میگیره، و این خب دوتا بحث کاملا جداه. پسر صرفا میخواد سکس کنه، دختر صرفا میخواد تجربه بکنه و یه چیز خاصی داشته باشه. واسه همین موضوع هم پسره باید بیشتر به درک این موضوع برسه که اون دختر تو چه وضعیتیه. همینی که یه دختر باید درک کنه که خب نیازی که این آدم به سکس داره خیلی با نیاز من متفاوته. باز همین دستان کاری نکنین دختره چی میخواد، میگم مثلا ما نمیفهمیم کار خودمونو باید بکنیم. من فکر کنم پوینت خوبی. چرا نتیجه گیریاش انقدر با حرفایی که من میزنم متفاوته؟ این همیشه برای سوال چی جوری میشه که نفهم. فکر کنم در دفعه دیگه منظورش اینه که میخواد لباسو در بیاره، من دارم اینو میگیرم. بس واقعا مثلا کلیس از پوینتاش این بوده دیگه، اصلا خنده دارم نیست. ما میخندیم شما نگران نباش. خودش که لعنه میاد بچه من کم کم ببینیم سوشیمون داره سرد میشه. سوشی داریم؟ آره بابا دمه هرکی سفارش داد گم بهم میگن یه جمع‌بندی بکنیم. ببین من چند از موضوعات بود که گفتیم آقا چه کوالیتی هایی باید یه مرد داشته باشه که تا دوست داشته بهش اترکتد بشید، در مورد پرسنالیتی یا شخصیت. فانی قد بگم پرسنالیتی، بعد فانی، بعد فاک بوی نایس یا محترم، این سه کانفیدنت. کانفیدنس خیلی مهمه، ولی خب کانفیدنس برای آدما خب خیلی میتونه معنی مختلف داشته باشه. یعنی چجوری اون تیپیه که میزنی how you carry yourself، صحبتایی که میبا. چون آدم کانفیدنس رو چجوری به دست میاره؟ کاتگوری داره دیگه. ببین تو به خودت اهمیت بدی، از خودت خوشت بیاد. پسری که صرفا مثلا با خودش کنار اومده و میدونه چه چیزایی دوست داره چه چیزایی دوست نداره، این یه بحث خیلی مهمه دیگه. کانفیدنس یا همون اعتماد به نفس از خیلی چیزای زیادی نشأت میگیره. حالا هر کسی بیشتر میخواد راجع به موضوع بدونه میره میخونه، فیلم میبینه. ولی آره چجوری به خودت اهمیت میدی، چقدر راجع به خودت میدونی، وقتی با یه نفر میری بیرون چقدر میتونی راجع به خودت صحبت بکنی. صرفا نه اینی که رنگ مورد علاقه هم آبیه، ولی بدونی نقطه ضعفات کجاست، نقطه های قوتت کجاست، و بتونی روی نقطه های قوتت پافشاری کنی و نقطه ضعفاتو قایم نکنی. ولی
باهاشون آشنا باشی. به نظر من کانفیدنس از اینجا نشأت میگیره. شما خانم بیاد دیت اول بگه من شنبول دوست ندارم مزه کنم، ناراحت میشی یا میگی اوکی باش میسازم؟ من گفتم میسازه با هر چیزی که تو هر موقعی که دیت اول اصلا مثلا مهم نیست یارو. دیت اول آره خیلی زیاد به چیزا فکر نمی کنم، ولی مثلا یه چیزی که برای من خب خیلی واضح بوده اینه که توی تجربه بیشتری که خب داشتم، خودم مثلا به یه جایی رسیدم تو زندگیم که دقیقا میدونم چی میخوام چی نمیخوام از مجموع سفرها و داستانها و ادونچرهایی که داشتم. یه وقت تجربه میکنم با یه پارتنری که ایرانه یا منو میشناسه خیلی فرق داره. تازه داشتم چند تا پادکست پیش تو مسیر راستی داشتم دارم همین حرف میزنم، ولی مثلا با یه دونه غیر ایرانی که میخوام برم ارتباط برقرار برم دیت، اصلا یارو میگه اصلا تو خام نیست تو کی، اصلا نمیدونم کی، یعنی من کاملا باید از یه ابزار دیگه استفاده کنم برای ارتباط برقرار کردن. و خب نمیدونم، خب تو جفتش هم کانفیدنت بودم، تو جفتش هم هیجان دارم، چون هر کدومش یه جنس خاص خودشه. میخوام تو مثلا الان مثلا با کسی که تو رو اپروچ میکنه این تو هم یعنی همچین کلاسیفیکیشن هایی داری یا نه همه خب تو برات کیمیا یه کاراکتر داره یا سعی میکنی جلوی هر آدمو یه نقش خاصی رو بازی کنی برای اینکه نزدیک تر بشی؟ یعنی مثلا بعضی نقش که بازی میکنه سوال بشه چقدر نقش همین میخوام همین بگم همین پسر همین کارو میکنم. بالاخره تو میخوای کسی تو خوشش بیاد، تو سعی میکنی هر چیزی خب میدونی الان تو دنیای سوشال میدیا مثلا خب خیلی میتونن برن ببینن یارو چیه، چی دوست داره، چی تو یا دوستاش بپرسه آمار بگیره آقا فلانی چیه با من حال میکنه نمیکنه چی. یه استوریای طرفو به هایلایتاشو ببینی همه چی راجبش میفهمی. آره و این یه ذره بعد خود احساس کنم جرزنیه میدونی نسبت به قدیم که بود مثلا بیشتر یه کنش بیشتری بود توی یه کنجکاوی بود یه هیجان بیشتری بود. تو منم برای همین مثلا تو مثلا دیتینگ اپ رو اونقدر دوست ندارم، من که اصلا دوست ندارم، ولی مثلا یکیشو که استفاده میکنم هزگاه رایاه، نمیدونم اونو استفاده کردی یا نه؟ اسمش هم نشینده. اون بچه نیم چه سلبریتی یا نه؟ بلو تیک توریه که رایا؟ آره. بعد اونجا ولی آدمای خیلی باحال میت کردم که هنوزم حالا بشه با همشون مثلا دیت نرفتم، ولی با خیلیشون رفیق شدم، دوست شدم. چون یه پروسه وریفیکیشن داره توش، کسی میخواد بری توش، برای همین شاید آدمایی که میان تو یه ذره واقعا آدمای مرد معروف میتونن میان با دخترای حول مرد معروف. چطوری واقعا سیستمش؟ همین هم فکر میکنم آدم هایی که مثلا یا موفقن هم یه دونه چیز دیدم کامیدی دیدم فکرم مکس امینی داشت یه نفر رو رست میکرد، دختر میگفت از ما از میلیونر اپ همون دیدیم یه دیدینگ اپه و یه میلیونر ها that was so funny. ببین به نظر من اگه بدونی چی میخوای حتی اون دیتینگ اپ هم بهت جواب میده. یه دختری که دنبال پوله میره میلیونر اپ دانلود میکنه میره دنبال پول دمش کرد. آره منو که میبینه فرار میکنه، میدونه که حساب بانکی من در حد یه برگر کینگ میله مثلا. ولی نمیدونه راست میگه اینم هستش این موضوع. تو میتونی پلی کنی یه جوری رو میاد منشن نداره پشت وانت زندگی میکنه مثلا. هیچ کس تو ونکوور منشن نداره جز کسایی که وصلن. خب دیگه از اینجا تجربه بخونید دیگه بفهمم این کاملا درست نیست. تو الان منشن داری دیگه تو زیاد داری اینم وصله خب دیگه، ولی خب من فک فامیلم زیاد منشن دارن نیش کشتن وصل نیستن. وصل نیستن؟ ما رو با اونا آشنا نمی کنی؟ بفهم ببین از اولش قیمت بلوجاب داره همینجوری که ببینی پادکست یوتا داره میاد مشخص داره میشه حداقل تکلیف اون داره روشن میشه. فهمیدم الان کدوم خانواده هم میتونم ولی بعد لذیم باشه سری سریشو هیچ ایرادی نداره. خوشحالم میشی نه؟ چرا که نه چیز نبا بخورم بزور نمیدونم مثل اینکه بخواه یه فیلم بشنشون بدیم. از کی؟ میگه چیزی نباید بخورم واسه دختر. نه 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 اون چیزی که خوشم نمیاد نباید بخورم. اما دختر اوکی بخوری؟ شوار منه. آه بس اون که شات کان خوره ترکیده اوکی، ولی اون چیز راخت و ناست رو نمیتونی بخوری. آن دیوونه ای دیگه واقعا، یعنی فقط دختر میتونی منطقه داشته باشن. یعنی اگه کی رو نخوای بخوری دیگه گو میخوری کسو بخوری. میفهمی الان سوشی بخورم بابا بذار باشه بریم بابا. آقا سوشی میدونی به ژاپنی؟ لطفاً همه رو کات کن. This is too much. نه 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 عالیه. آقا سوشی میدونی به ژاپنی چیه؟ چی میشه؟ میشه کات بادی. یعنی داریم الان تیکه‌های بادی رو می‌خوریم. ژاپنی نمیشه کات بادی. چرا میشه؟ سوشی به ژاپنی میشه. من میگم آقا اینو باید ادامه بدیم بحث. ساشیمی ببخشید ساشیمی. این بحث رو نظر من باید ادامه بدیم چون خیلی نکته خوبی داشت که داریم از کیمیات میگیم. ببین با هر دفعه میگیم یه نسلی رو بیاریم و یه رد سنی و اینا.
آخه نیم کیمیا خیلی خانومه، اینم بعد از بوی خوبی داره میاد نه؟ اکثر دخترها انقدر خانوم نیستن. یا بوی سوختن داره میاد. ببین آشپزخونه میخواد چک کنی چی داره میسوزه. آره واقعا یه چی داره میسوزه. نه چی داره میپزه، غذای خوب خوب داره میاد. چی میخورن این بچه‌ها اینجا؟ چه میدونم. سوبوس سوسیسه. رام این بحثو که گفتی با هر کسی چه جوری رفتار میکنی اینو دوست دارم بهش حرف بزنم، چون من خیلی توش نقطه ضعف دارم. الان بگم یا بعد از سوشی؟ ببین آره منم با آدمای ایرانی یه جورم، با آدما غیر ایرانی هم یه جورم. حالا چرا با آدمای ایرانی متفاوتم با آدمای غیر ایرانی؟ ایرانی ها همه خب یه مقداریشون منو میشناسن، یا اینی که من خیلی خودمم از لحاظ اینکه راحتم صحبت کنم، زبونم نمیگیره، چیزی رو سلف کاشس نیستم راجع به لهجه‌ای که صحبت میکنم. فکر نمیکنم مثلا اگه من عاشق شعر فارسی ام لیمه، تازه به نظر من خیلی هم کوله که من عاشق ادبیاتم. انگلیسی میگه فارسی دوست دارم. I like فارسی میوزیک very good لا 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 something فارسی something فارسی. ولی مثلا با یه آدم ایرانی تو کولتری، یعنی حداقل من اینو حس کردم خیلی راحت میشه. بابا تو گایدن هم میپری وسط حرف بسید حرفش نیبا کامل بزنم خوش دارم میگم نه داره خوبه بابا خوبه این خیلی خوب تازه این دفعه خورایت داره میکنه داری نمیفهمه دیگه دفعه پیش یه روب داستان میگو وسط حرفت بعد دیگه تمام شد یاد رفته اون چی میگفتی. Anyways ولی با یه آدم غیر ایرانی خیلی من بیشتر مراقبه رفت. ببین اولا که من با نسلشون بزرگ نشدم، من هنوز به جوکایی که اونا اینساید جوکاشون نمیتونم بخندم، شاید خیلی سریالایی که اونا باش بزرگ شدن رو من ندیدم، واسه همین ما دو تا دنیای متفاوت داریم. من باید اونا رو اینتردیوس کنم به دنیای ایرانی خودم و دوستای ایرانی خودم که شاید خیلی وقتا اصلا دیرونگی به فاک، و اونا هم باید منو ببرن تو دنیای غیر ایرانی خودشون. پس این یه پروسه است، بیشترم طول میکشه و خب برای من اونقدر جذاب نیست. واسه همین ترجیح هم یه پسر دهن سرویس کنه تاکسیک ایرانیه در آخر تا بخوام به یه فورن خیلی خوب گوگلی نایس با اون برم جلو، چون پروسس شناختن اون برای من واقعا طولانی تره. حالا از خیلی لحاظه، با اینی که من الان 7 سال اینجا بودم کلی دوست غیر ایرانی داشتم و هیچ وقت نمیتونم اون خود واقعیم، اون کیمیایی که من هستم و از چیزایی که لذت میبرم. پس راحت نیستی جلوی آدمای خارجی در واقع؟ ببین من راحت هستم، ولی واقعا اون باند و کانکشنی که با یه پسر ایرانی شاید بتونم بگیرم یا مثلا با اکسم داشتم اون نمسلمه با یادم. این 7-8 سال دیگه عوض میشه. آره احتمالا اینوری میشه. ولی تو این 7 سال هنوز فکر میکنم با یه آدم ایرونی تو خیلی چیزا رو بیشتر میتونی بخندی. نه بعضا من اشتباه فکر میکنم، ولی خب با آدم خارجی هم بیشتر میتونی بخندی، هم میتونی بیشتر چیزای جالب تجربه کنی، چیزی که مثلا اون میدونه تو نمیدونی اصلا. یاد همون چیز میگم، تجربه جدید تجربه میکنی. من دوست دارم ها، ولی ببین مثلا یه تایمای هست، یه سری کانکشنای هست، یه سری توضیحاتی هست که شاید اینا لنگویج بریر باشه یا همون همین دقیقا که الان هست. چی؟ موانع گفتاری. واو. ولی واقعا مثلا یه پسر ایرانی الان از ایران بیاد اینجا، من واقعا اگه انگلیسی بلد نباشه نمیتونم من باهاش صحبت کنم. جدی میگم نمیفهمم چی الان انگلیسی بلد باشه به نسبت بچه نیفن چی گفتی اصلا. چون اصلا من نصف این چیز میزای رابطه و اینا رو من اینجا یاد گرفتم، خیلی چیزا رو مثلا. و یه مشکل یه جاش خوب یاد نگرفتیم، من نمیتونم اینا یه آموزش دیگه باید بری. نمیتونیم بهت بگیم چون گفتی نمیخوای روی صحبت کنی. گفت چی؟ میگم نمیتونیم بهت بگیم. بریم این سوشیمون یخ سر. خب بچه ها امیدوارم لذت برده باشین. اگه خانم گفتن نمیخورین باشون بجنگین، همه میبرن، یعنی همه خوشحال میشن از این داستانه وین وین سیچویشنه. مثل سوشی وقتی نخوری حال نمیکنه، بلکه میخوری میگه چه خری بودم نمیخوردم. میگم همونجوریه. ولی I don't agree. ولی سوشی واقعا اگه حتا تنگار در میارید نمیخورید خیلی اشتباه. بخورید سوشی. شما هم اینطور اگه قد تنگار در میارید نمیخورید بخورید. چاکس.